خانواده ما دو چیز اهمیت تقریبا یک سال. آشنایی من با جناب طاووسی تقریبا مربوط میشه به سالهای انقلاب، سال 1357 ما در یک مدرسه راهنمایی درس می‌خوندیم. سال 1363 هر دومون تربیت معلم با هم قبول شدیم. ایشون آموزش ابتدایی، منم راهنمایی دبیری علوم قبول شدم. بودیم تا تقریبا بهمن 63. بهمن 63 از طرف تربیت معلم، چون بوقوع شدید جنگ بود دیگه، اعلام کرده بودن که نیاز شدید به نیروی داریم واسه جبهه. من با آقای طاووسی گفتم که اگه موافقی با هم دیگه بریم جبهه. ایشون هم بلافاصله قبول کردن. پنج روز آموزش دیدیم و بعد پنج روز آموزش رفتیم خند. شب ساعت 12 شب بود که رسیدیم خند. آتش خیلی شدیدی بود، گویا بچه‌ها چلو درگیر بودن که ما رسیدیم عنوان نیرو پشتیبان. حالا تو تک و پاتک داشته، یه شب اونا تک می‌زدن، یه شب ایرانی ها تک می‌زدن. نگاه ما اون شب شب بسیار سختی بود، درگیری خیلی شدید بود. موقعیت پایین رو در رو بود، ولی بالای تپه دشمن ما نمی‌دیدیم. تا می‌خواستیم از بالای تپه هم نگاه کنیم، سیمینوف وسط پیشونی بود. کاووسی گفت من میرم تو کانال پایین یه جایی پیدا کنم، اگه شد شما بیاییم بریم کانال پایین. رفت تو کانال پایین اون تپه که برگرده به ما خبر بده آتش دشمن زیاد شد و صبح روز بعد که رفتم پیدا کنم آقای کاووسی رو، گفتن کاووسی شهید شده، دیشب ترکش خورده شهید شده. دیگه خیلی ناراحت برگشتیم بالای تپه به دوستامون بچه های تربیت معلم گفتیم که آره حیدر شهید شده. وقتی برگشتم پشت خط رفتم ستاد معراج شهدا پرسیدم، گفتن نه اون کاووسی که شهید شده رسول کاووسی بود، اونم بچه تربیت معلم بود، بچه بهبهان بود و خدا رحمتش کنه، البته آمرزیده هستن. رسول شهید شده بود ولی در کاووسی که دوست ما بود مجروح جنگی شده بود، اومده بود مشهد. بعد که دیگه اومدیم مشهد و ملاقاتش دیدیم ملاقاتی در واقع ترکش به نخواش خورده و نخوار سوزونده و به حالت قطع نخواهی بود. من فکر نمی‌کردم واقعا تا این عمق باشه مسئله مجروحیت، چون که به بحث فلجش بیانجامه، ولی کم کم دیگه باورمون شد این مسئله که حالایشون قطع نخواه.
نتونستم قبول کنم ولی خودش قبول کرد. خودش خیلی بار یعنی حقیقتا همون اولین بار اصلا دیدمش مثل این بود که انگار خبر نداره قطع نخواه شده، اصلا هیچ تغییری نکرده. اوائل رفت کلاس، دیدن رفتن با ویلچر تو کلاس یکم مشکل داره چون معلم ابتدایی هم بود، معلم دیگه باید حداقل بتونه تو کلاس وایسه، بنویسه، با تخته کار کنه. مخصوصا باز کار کردن تو ابتدایی خیلی سخت‌تره تا مقاطع بالاتر. این بود که ایشون نتونست در قسمت کلاس زیاد دوام بیاره و بره سر کلاس. آقا شما پنج کنیم سنید شما پنج کلا بیریم بالا طبقه سوم گوشه سالون. شما قراره تا بدین شما سه امضا بشین، بعد از اونجا بدین دفتر کل ثبت بشه شعبه پنج خدمت آقای کاروسی. قاضی پرکار با توجه ایشون جانبازن هستن، قاضی بسیار پرکاری هستن. الان هم که چند شب پیش رفتم آسایشگاه پیشش خیلی تعجب کردم با اینکه جفت کلیه‌هاش دیگه از کار افتاده بود. اصلا خیلی عادی گفتم سر کارم میری؟ گفت آره من الان صبح میرم سر کار، بعد از ظهر میام. اصلا انگار نه انگار که داره میره دیالیز و هر دو کلیه‌اش از دست داده. وقتی که جفت رفتیم دو تا ارق رو توأم شد برای ما، وظیفه شد. شما هم همینی؟ شما اگه فردا اگر برای کشور اتفاق بیفته باید این کارو بکنی چون وظیفته. همینطوری که تکلیف اونجا به بار میشه شما پس یه جای باید یک جا ادای وظیفه بکنی. این همونه. خب سن ما اقتضا میکرده که تکلیف وظیفه بکنی. تجاوزی شده حالا چی به حق یا به چه ناحق، این تفسیرش میمونه بعد از زمان در آینده که آیا ما کی بودیم اونا کی بودن، اینا تفسیرش از عهده ما به در نمیاد. ولی اون چیزی که برای ما مهمه، ما میگیم یه وظیفه داشتیم، یه رهبری داشتیم. تحت لوای یک رهبر و بهش اعتماد و اعتقاد راسخ داشتیم، اقداماتی رو کردیم. حالا گفته جبهه، جنگ، دفاع از میهن، اینا رو بوده رفتیم. یعنی الان هم همینطوریه. الان هم به همون سبک انجام میشه. یعنی ما دیگه تغییری نکردیم. جامعه برای حرکتش احتیاج به ایثارگری داره. احتیاج برای حفاظت و صیانت از این جامعه احتیاج به ایثارگری داره. شما الان مگر نمیبینید، مگر الان شما نمیبینید که در راستای همین جامعه، همین جامعه که جنگ توش نیست ولی انسانهای شریفی کشته میشن تحت عنوان سرباز، دفاع از مرزها، شهید مطرح میشن، تو ماموریت‌ها کشته میشن. پس اینا کیان؟ اینا هم همونا برای صیانت از این جامعه دارن چیکار میکنن؟ ریسک میکنن، خطر میکنن.
با عنایت به اینکه هویت شما در پرونده محرز است مواظب اظهارات خودت باش. دادگاه رسمی هست. متن کیفرخواست قرائت میشه. شما متهم هستی به نگهداری و خرید و فروش 8 گرم و 20 سانت هروئین و استعمال آن. مواد تو از کجا تامین میکردی تو؟ مواد یه قاچاقچی رو لو بدی؟ آدم فروشی کنی؟ این اصطلاح آدم فروشی رو بردارید از لب از تفکرتون. چرا که شما وقتی که میگید من برم یکی لو بدم میشم آدم فروش. آقای محترم وقتی که شما یه قاچاقچی رو هر کس هست میخواد برادرت باشه، میخواد عمود باشه، میخواد منصوبت باشه و شما کمک میکنی که اون قاچاقچی به دام بیفته، کمک به انسانیت میکنی. سرکار بیا اینجا امضا کن. سرکار زحمت بکشید سوابق رو برای من بگیرید. من بدید بزنم سوابقشو بگیره به من بدید. بیاد اینجا آقا. من واقعا آقای کاووسی رو همین الانم هم که می‌بینم تو محیط کاریش فکر می‌کنم همه زندگیشو گذاشته فدای کارش کرده، داره فدای کارش می‌کنه. چون گاهن دیر وقت زنگ زدم بهش می‌بینم بازم تو محیط کارشه. وقتی که علاقه دارم خب برای هدفم هم تلاش می‌کنم، برای هدفم کار می‌کنم. این مهم نیست که مردم در رابطه با من چی میگن که آقا من کم کار کنم با این وضعیت چی. مهم اینه که من تا زمانی که زنده هستم تلاش خودم رو انجام بدم، به قدرت تمامم انجام بدم. چرا؟ به لحاظ اینکه این باید این برداشت ها برداشته بشه از جامعه ما که آقا یکم کار رو سبک بکنید، یکم فلان بکنید. نه نه، سخت کوشی باید در همه حال در همراه ما باشه. دستی ایجاد کردیم؟ آره دیگه، سیستمی دستیه دیگه. مشکلات عدیده داره، بازوی آدم درد میگیره، دایم فشاره، بایی فشار هم اوتومات دیگه. شما یک دو کار انجام میشتن، یک با سه کار انجام میده باید در یک بار. میگه آقا پول داری برو ماشین مثلا تویوتا کمری بخری اوتوماته. خب 40 میلیون تومان از کجا برم بیارم؟ خب 206 هم خب قیمتش هم بالاست. بود چون نیست که چیز باشه که همونم که آمدن به صلاح اوتومات دادن دیویس صندوق دار هیچ جای نداره. ما در استان خراسان رضوی که اینجا محوریت خدمات دهی به جانبازان نخایی هست 150 تا جانباز نخایی داریم. جانبازای نخاییمون به دو گروه تقسیم میشن. جانبازای گردنیمون هستن و جانبازای کمری. ایشون از جانبازای کمریمون هستن. الان فقط موضوعی که به صلاح هست بحث نارسایی به صلاح کلیهشون هست. همجور که عرض کردم الان پزشک مالشون قرار هست که آخرین به اصطلاح نظر رو در روزهای آینده به اصطلاح بگن. فعلا 50-50 است. یا
دیالیز جایگزین کلی است. تو بیمارایی که به هر نحوی کلیهشون از دست میدن، حالا در اثر بیماری یه زمینه مثل حالا بیماری های دیگه یا کلن در اثر یک اتفاق یک دفعه آنی کلیهشون از دست میدن، روش جایگزینی برای ادامه زندگیشون دیالیز. خدا داره میگه، میگه من همه چیز رو به شما نمیدم چون صالح نیستید، شما به نفعتون نیست. حالا به شما نمیگم که به نفعتون نیست، اون زمانی که اومدی بهتون میگم، میگم به این دلیل به تو ویلا ندادم، به این دلیل به تو خونه سه طبقه ندادم، به این دلیل به تو ثروت اینگفت ندادم، به این دلیل به تو اینو دادم. عادتا اینکه هفته دو بار باید بیام، ولی خب به خاطر مشغله کاری که خودشون دارن و مشکلاتی که میگن که برای رفت و آمدشون دارن، یک بار در هفته دیالیز میشن مدت 3 ساعت. تنها چیزی که با من با شما فرق میکنه اینه که شما طبق فرمایش خداوند و اینه که میگن آقا از این مال دنیا هیچی نمیبرید، درست شد؟ ولی من از مال دنیا یک آهن با خودم میبرم. آره آره، ریر سوراخ کرده. آره ما الان داریم هر جا که میریم میگن تا دستگاه صدا میکنه، میگیم جانبازه، میگه بیا برو، ولی او دنیا میگیم آقا ما از مال دنیا یک چیز با خود ما آورده، چون هیچ کسی از مال دنیا چی نمیذاره دیگه، فقط همون کفنه و کفنه رو که بر میدارن میپوسه از بین میره، این آهنه ممونه، این از او آهن میمونه که آیا او سپر بشه برای ما، بتونه آتش رو بگیره، شمشیر بشه، نمیدونم خانه بشه، تیرا شاید بتونه اونجا تیرا هم فروشی باز کنم، چون قصد داره میکنه میکنه. البته این رو با شما بدونی که گلی به من زدن مراحل داره و اقداماتی که خود بیمار باید انجام بده، داروهایی باید به موقع بدن آماده بشه که بتونه یه پیوند رو بگیره. بدنی که ضعیف باشه، مثلا جناب آقای کاووسی، جناب اینچی بدن ضعیفی دارن از همه لحاظ، بدنشون چه بالاخره طی سالهایی که مریض بودن و همین که فعالیت قول معروف تحرک بدن ندارن، خودش یکی از دلایلی که واقعا نمیشه پیوند انجام بشه براشون. در حال ما اینا رو قبول کردیم، تبعات اون وضعیتی که برای ما حادث شده هستش، رنج داره، زحمت داره، در حال قبولش کردیم. وقتی قبولش کردیم نه همه چیز میاد، چرا که ما میگیم خدایا اگر دردی میدی صبرش هم بده، صبرش مال ما نیست، مال خداست. الان نگاه کنین چند هزار از بین رفتن، خب احمد به جبهه دیگه در احمد جی جوونا، خب حالا اینا یا مصلحتشا بوده که الحمدلله خدا شکر که نفسشا برای ما آمده جدا. خب اگه شما ها نره اسلام ما جو پیروز نمیشد، من مثل عراق و شهرهای کشورهای خارج اگه اونا هم همینجوری مکردن برخی
سرما دادن. نشستن بازار جوان خیلی رفت از بین، خیلی. اونا مادر نبودن، پدر نبودن. دست خودشه. نفس و هست نیستی ما دست خودش. ما نمیتونیم بگیم خلاصا ای ما دل ما حاجه همه چی تو بخواد ما نه دل ما نیست. بس سعی او باشه. او برات کنه، او بری ما خلاصا ایشون که رفته جه بری اسلام رفته صلاحیت خدا اینطوری شده برش. فکر میکنم که ایشون مسئولیت پذیرفتن احساس وظیفه میکنن، فکر میکنم احساس دین میکنن یا احساس وظیفه میکنن با این شرایط که الان دارن. الان هم تازه همین الان از سر کار آمدن که جانباز شدن. بعضی احساس مسئولیت میکنن که کار تموم نشده، بعد از جانبازی هم بایستی کار میکنن برای کشورشون، برای دینشون، برای انقلابشون. از این اینجوری فعالیت میکنن. قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، فرهنگ این نبود که انسان‌های معلول دارای بُعد اجتماعی هستند و قادر هستند در اجتماع حاضر باشند، بلکه معلولین به عنوان این بودن که از جامعه خارج بشن و کار رو به انسان‌های سالم برگزار بکنن و جامعه هم این رو پذیرفته بود. ولی بعد حضور جانبازان باعث شد که قبول کردن که جانباز هم معلول هم قدرت کارایی داره. معنیش اینه که حضور دارن، معنیش اینه که میخوان باشن، احساس وجود میکنن. اینه که روح جانباز روح اجتماعی هست.
دولت ملت. در ادبیات سیاسی دولت جایگاهی ویژه‌ای دارد.